من میخوام و دارم تلاشمو میکنم تا همین الانم دوباره دیدگاه شما رو نسبت به معنی یه سری کلمات عوض کنم. الانم نوبت ترس. یه سری بچه های که با من اون وبینار توانگری فرمول طلایی رو اومدن در مورد ترس با هم یه مقدار صحبت کردیم. حالا یه ذره الان بیشتر میگم. ببین، اولا که جنبه های مختلف داره. اینی که تو از نمیدونم مثلا گربه میترسی، سوسک میترسی و اینا، درسته میشه ریشش رو پیدا کرد، ولی من از ترس های خیلی ریشه ای تر دارم صحبت میکنم، چون اینها هم برمیگرده به یک سری از اتفاقاتی که حالا قبل از اون چیزی که تو یادت بیاد افتاده، حالا یا کودکیت بوده یا زندگی گذشتت بوده یا هر چیزی. من یک سری از پاسخهای شما رو که اینجا دیدم، اکثرتون از تنهایی میترسید، اکثرتون از آینده فرزندتون میترسید، اکثرتون از بیپولی میترسید، اکثرتون نمیدونم از این که از دست دادن عزیز میترسید. همه اینها به یه چیز برمیگرده، اونم اینی که شما نمیدونید ترس یعنی چی. اگه بدونی ترس یعنی چی، خیلی راحت تر میتونی باهاش دیل بکنی، باهاش مواجه بشی، تکلیفتو باهاش معلوم بکنی. خیلی برام جالب بود، یه سری اومدن نوشتن که اینو بعدا براتون میگم. آقا جان، اول من بیام در مورد ترس بگم. این دنیا آینه است. 2 میلیون بار تا حالا از من شنیدی. این رو یک مثال نمیزنم که فکر کنید دنیا یک آینه است. خیر، دنیا واقعا، یعنی اسمن و رسمن آینه است. مطابق همون قانون کارمایی که همتون این لوگوی ریسایکل بینن گذاشتید بالای پروفایلاتون که نمیدونید کارما چیه، هر عملی را عکس العملی است خلاف جهت به میزان برابر. این قانون فیزیکه، اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، چیز متافیزیکی نیست. اولا که اصلا متافیزیکی وجود نداره، همش فیزیکه. اون جایی که علم نشناختتش هنوز، چون اون ور فیزیک شناخته شده است، بهش میگه متافیزیک، ولی همش فیزیک. هر چیزی، هر عملی را عکس العملی است خلاف جهت و به میزان برابر، قانون فیزیکه. و این دقیقاً یعنی کارما، و این دقیقا یعنی جهان آینه است، و این دقیقا یعنی هر آن چیزی که از تو بیرون میاد به تو بر میگرده. از کوزه همان تراوت که دروستم قبلنا مثلا میگفتم، حالا برعکسش رو داریم میگیم. تو هر چیزی که فکر کنی، احساس کنی، عمل کنی، فرقی نمی کنه، به تو بر میگرده. که چی؟ الان چه ربطی به ترس داره؟ ترس چیه؟ فکره، باوره، قضاوته، اعتقاده. تو میترسی؟ یعنی داری بهش انرژی میدی، یعنی روش فوکس کردی، یعنی روش متمرکز شدی. چی میشه؟ به سمتت میاد. چی کار کنم به سمتم نیاد؟ روش متمرکز نشو. آخه ازش میترسم، نمیشه. دقیقاً، اون اصلا کارش همینه، داره کاری میکنه که تو روش متمرکز بشی. مگه مریضه؟ خیر، وظیفه داره. چه وظیفه‌ای داره که منو بترسونه؟ خیر، که تو رو بدرسونه. اون ته رو بردار، جاش بذار دال، درس. تمام ترس های ما بدون استثنا، تمام ترس های ما یک پیام بسیار بسیار خاص و مشخص و واحدی دارن برای ما که ما بهش توجه نمی کنیم. اولش خیلی آرومن، در زمان بچگی و غیره خیلی یواشن، خیلی پیچیدش نمی کنم بگم زندگی گذشته و غیره. کلن اول کار انگار یه نفر داره پچ پچ میکنه، تو توجه نمیکنی. تو ارادی معمولا
رو به ترست نمی کنی. خب یه نفر صدات میکنه آروم، تو برنگردی چیکار میکنه؟ یه ذره صداشو میبره بالاتر. باز دوباره برنگردی صداشو میبره بالاتر. باز دوباره برنگردی هوار میکشه. برنگردی خیلی زیاد میاد میزنه رو صورت، یه دونه میزنه پس کلت. چون باید بشنویش. اون یه وظیفه ای داره، اونم اینه که روی تو رو به سمت خودش برگردونه. اون یه درسه. و این درس یکی از وجوه بینهایت شخص شخیص توه که تو ارادی نمیخوای نگاهش کنی. از چی میترسی من نمیدونم، هر کدوم از شماها فرق میکنه. یعنی اگر همزمان دو نفر با هم از بیپولی میترسن، روی کار بیپولیه، اون زیر یه باور دیگه است که ممکنه این دو نفر با همین باور یکسان رو نداشته باشن، ولی نتیجهش رسیده باشه به اینکه من از بیپولی میترسم، من از دست دادن عزیز میترسم، من از گربه میترسم. گربه یه مثال مسخره بوده، نه اینکه ترس از گربه مسخره است تو این مسئله. خب بنابراین ترس داره میگه منو نگاه کن، منو نگاه کن، منو نگاه کن، منو نگاه کن، ببین منو نگاه کن، منو نگاه کن، ببین بعد منو نگاه کن، یه دقیقه منو نگاه کن، منو نگاه کن، یه دقیقه برگرد منو نگاه کن، تو باید برگردی منو نگاه کنی. همینجوری داد میزنه، کل وجود تو رو میگیره، کل زندگی تو رو میگیره، قشنگ محدودت میکنه که تو اینجوری کنی که از هیچ طرفی نشنوی، نبینی، بر نگردی رو به صورتش، ولی اون انقدر میمونه تا تو برگردی. خب چه کاریه؟ رو تو برگردون ببین چی میگه. یه حرفی داره، میگه و میره، درسشون میده میره. مادامی که درسشون نده وظیفه داره اونجا بمونه. تصویر توه در آینه که خودت نمیخوای ببینیش، باید ببینیش. چون تو وقتی درس رو میگیری یه قسمت به قسمت‌های شناخته شده خودت اضافه می‌کنی، یک قدم بزرگ در مسیری که روحت می‌خواد ور می‌داری، نزدیکتر از گذشته به اون خود کامل ایدئالت می‌شی. نه ایدئال فیزیکی، ایدئال کل، ایدئال روح و جسم و همه چی با هم. این ترس‌ها دونه دونه، این درس‌ها دونه دونه عین تیکه‌های پازلی میمونن که به تو باید وصل بشن. ولی مادامی که تو پازل رو نگاه نکنی، ندونی کجای پازل وجودیت باید بذاری، این پازل رو هوا مونده تو صفحت، صفحت هم شلوغ کرده، حالا هی بزنش اون ور، بزنش این ور، بذارش کنار. یه جای پازل تو جاش اینه، تو باید نگاهش کنی، ابعادش رو بشناسی، ببینی کدوم ورش بیرون اومده است، کدوم ورش تو رفته است، بگردی جای مناسب رو پیدا کنی، پازل رو قشنگ بذاری سر جاش، خیلی شیک میره سر جاش، میری مرحله بعد، میری پازل بعدی. پس ترس دیگه نداری. از الان یاد بگیر هر بار گفتی میترسم جای ته بذاری ده، میدرسم. بعد میگی درسش چیه؟ بعد میری بگردی ببینی درسش چیه. خب حالا درسش چیه؟ درسشون چیزای پیچیده ای نیست، معمولا اون چیزایی که ما دوست نداریم نگاه کنیم. من اینو خاموش کنم. چرا دوست نداریم نگاه کنیم؟ باور، نمیدونم، قضاوت، افکار جامعه است، تجربه است و و و. حالا اون دیگه وظیفه من و توئه که بریم سراغش. پس نکته اول اینه، اگر میخوای از شر در ترس یا درست رها بشی، باید نگاش کنی. میخوای تغییرش بدی، باید نگاش کنی. بعد از نگاه کردن باید کامل در درون خودت بپذیری اینو، باید قبول کنی که این ترس رو داری، بپذیری که باوری وجود داره در تو که نمیشناسیش، که وجود چنین باوری رسیده به این ترسه. نتیجه اون باوری که تو داری شده این ترسه. بنابراین موقعی که از چیزی میترسی، اولین سوال از خودت چیه؟ میپرسی، گوش کن، اولین سوال از خودت میپرسی چه باوری من میتونم داشته باشم که نتیجه داشتن اون باور
که عقیده کامل بهش دارم شده این ترسی که در وجود من هست. چه باوری ممکنه من داشته باشم در ناخودآگاهم که بهش آگاه نباشم که نتیجه داشتن اون باور شده این ترس؟ هر ترسی یه باور پشتش، حداقل. پس این اولین قدمیه که برمیداری و تو باید صاحب این ترس و این باور بشی، یعنی قبول کنی که چنین باوری هست، که چنین ترسی هم هست. وقتی قبول کنی و بگردی دنبالش، حالا قادر به تغییرش هستی. چرا قبلش قادر به تغییرش نیستی؟ چون هیچ احدی در این دنیا قادر به تغییر چیزی که مال خودش باشه، مال خودش نباشه، نیست. تو باید صاحب چیزی باشی، مال تو باشه، تا بتونی تغییرش بدی. بنابراین تو باید ترس رو بپذیری، ببینیش و بدونی این بخشی از وجود توه که تو فقط نگاهش نمی کنی. نگاهش کنی، ببینی چه باوری ممکنه سبب شده باشه چنین چیزی رو، و حالا اقدام کنی به تغییرش. ولی یه نکته خیلی خاص و جالب بهت بگم، برعکس خیلی چیزهای دیگه ای که باید بگردی مثلا ریشه یه چیزی رو پیدا بکنی تا تغییرش بدی، تو زندگیمون نمیگم، تو دنیای فیزیکی بیشتر، در ناخودآگاه ماجرا خیلی برعکسه. بیشترین تلاش رو تو زمانی انجام میدی که دنبال اون ریشه داری میگردی. بیشترین زمان رو اون موقعی میذاری، تلاش رو اون موقعی میکنی که تازه میخوای ببینی اون اصل ماجرا، اون ریشه زیریه چیه. تمام سختی این تیکه است که از این لایه های روی بگذری برسی به اون ریشه. رسیدی به ریشه دیگه تمومه، اصلا دیگه کاری نمیخواد بکنی.